جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود میگوید که 31 تفنگدار گروه تا را در ولایت بغلان کشتن. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید. 29 جنوری و 9 دلوی 1400 هجری شمسی است. در جریان هستید که در ولسوالی خست ولایت بغلان درگیری های بین اعضای جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و گروه تا جریان داشت. اینکه ما سخنگوی جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود با نشر خبرنامه از کشته شدن 31 جنگجوی گروه تا در ولایت بغلان خبر می‌دهد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با نشر خبرنامه درباره درگیری جبهه مقاومت با جنگجویان گروه تا نوشته است که در بیش از 80 ساعت حملات شدید و پیهم گروه تا اشغالگر به خوستهای بغلان و مقاومت جانانه مبارزین دلیر و سربلندی آزادی 31 تفنگدار قطعه خاص و خودکش گروه تا کشته و بیش از 19 نفر دیگرشان شدیداً زخمی و از دور فعالیت‌های خرابکارانه خارج شدند. گروه خوارج یعنی گروه تا برای جبران شکست و تلفات سنگینشان وحشیانه به گرفتاری، شکنجه و حتی کشتار مردم ملکی پرداختند که نمونه بارز دیگر از نقض مکرر حقوق بشر از سوی گروه جنایتکار است. احمدی در ادامه نوشته است که در جریان ایستادگی سنگرداران آزادی در دفاع از مردم مظلوم ما 5 تن از پاکبازان مؤمن و عزیزترین قهرمانهای ما به نامهای فرمانده نظام تخاری نورالله محمدی، ذبیح الله حکیمی، محمد هارون و مولای مخدوم بشیر به شهادت رسیدند و جاویدانه شدند. با آنانی که به جای بردگی آزادگی را برگزیدند صبح پیروزی نزدیک است. این در حالی است که در روزهای گذشته یکی از فرماندهان جبهه مقاومت به نام بریالای سنگین در بغلان جنگ را با گروه تا آغاز کرده بودند و همچنان گفته بود که در وضعیت بدی قرار دارد اما از مردم می‌خواهد که در کنارشان ایستاد شود و از رسانه‌ها نیز خواسته بود که صدایشان را به گوش جهانیان برسانند تا مردمشان تنها نماند. پس از تحویل حکومت افغانستان به گروه تا و سقوط جمهوریت، احمد مسعود جریان نظامی به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان را تشکیل داد و هرچند که مقام ولایت و ولسوالی ها را گروه تا از آنان گرفتند اما هنوز هم به گفته آنان چریک هایشان در چندین ولایت افغانستان فعال هستند و گفتند که با آب شدن برف ها حملاتشان را حداقل در 16 ولایت افغانستان گسترش خواهند داد. مسئولان گروه تا ما همواره گفته است که جبهه مقاومتی وجود ندارد، بل آنان در فیسبوک فعالیت کرده و اعلامیه پخش میکند. این در حالی است که در روزهای گذشته در ولایت‌های چون تخار، بغلان، پنجشیر، بدخشان و چندین جای حملاتی بر این گروه صورت گرفته و تلفات نیز در پی داشته است. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود.